شکلگیری دکوپاژ فیلم شاید در همه اون لحظاتی که در حال تمرین با بازیگر هستیم یا زمانی که فیلم نامه رو می نویسیم به شکل پراکنده در ذهنمون باشه ولی از یه زمانی که نیاز هست به اینکه دیگه نظم بدیم به این تصور تصویریمون از هر موقعیتی از یک سکانس معمولا در دوران تمرین با بازیگر و اون مراحل نهایی تمرین که معمولا عادت که من دارم آخرین تمرین و به نظرم دیگه کامل ترین تمرین هر سکانس و و با در واقع جایگیری دوربین با حدود دکوپاج فکر شده اون صحنه رو یه دور ثبت میکنیم خب این یه خاصیتی داره که هم یک ماکتی هست بر اون صحنه اصلی و همین که در خیلی از مواقع به خود بازیگرام کمک میکنه که تمرین نهایی و تایید شده رو در واقع دارن